یکی از سوالاتی که خیلی اما پرسیده میشه اینه که مواد کلاژن اصلیش چجوریه، فرعیش چجوریه؟ همونطور که راجع به خود دستگاه هم توضیح دادیم، خب به خاطر اینکه این محصول برای کشوریه که حالا اسمشو نمیاریم، تو ایران امکان نداره بیاد. اگر هم بیاد 150 تا 200 دلار قیمتشه، قیمت یه پکیج کاملش. ولی توی چین محصولات خیلی با کیفیتی هم تولید میشه. به همین منظور ما مواد کلاژن کیفیت های کپی درجه یکش رو داریم. حالا چجوری میشه تشخیص داد؟ اینجا بهتون نشون میدم. خب یه مسئله ای که وجود داره اینه که خب میان میگن که این پشتش باید دفترچه داشته باشه، اسمش نئو باشه، دوتایی باشه، این اصلیه اون اصلیه. اینطوری نیست. اصلی ترین چیزی که شما باید بهش دقت بکنید، یک، خب تاثیرگذاریشه، دو، نوع کپسوژن و ژلش هست. سری کپسوژن رو وقتی ما میبینیم کاملا صاف باشه، خیلی خورده نباشه، حالت خورد شده نباشه. و من این رو باز میکنه، میبینید کاملا سطح صافی داره، حالت ترک خوردگی نداره و به این سریش نچسبیده. اونا که به این سری چسبیده باشن جنس خوبی نداره. خب برای تست این که ما نشون بدیم اون حالت اکسیژن تراپیشو به شما، ژل رو باز میکنم، یه مقدار از ژل میریزم روی کپسوژه. میزان واکنشی که ژل به کپسوژن میده رو قشنگ میبینید. ما این حالت رو میخواییم توی کپسوژن ها برای اینکه کار کلاژن تراپی رو انجام بدیم، باید قشنگ ژل و کپسوژن با هم واکنش بدن که اون حالت اکسیژن رسانی و ورود دی اکسید کربن به پوست ایجاد بشه. در غیر این صورت اگر واکنشی به هم نداشته باشن اثر خاصی نداره. مهمترین قسمت کپسوژن و ژل کلاژن، مواد مصرفی کلاژن، همینه که قشنگ ما واکنش داشته باشیم. خب پس کاملا فکر می‌کنم متوجه شده باشین که ما مواد کلاژن رو چجوری تشخیص بدیم. حالا ما میگیم اصلی، منظور بهترین کیفیتشه. ما بهترین کیفیت مواد کلاژن رو چجوری بخوایم تشخیص بدیم؟ این روشی هست که میتونید یه دونه‌ش رو به جای یه پک کامل تهیه کنید، تست بگیرید، بعد استفاده بکنید، چون مواد کلاژن مهمترین بخش دستگاهتونه. امیدوارم که این ویدیو کمکی بهتون کرده باشه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. خرید مطمئن و آسان از وبسایت رابطه.